سفارت افغانستان در دوشنبه سفیر محمد ظاهر اغبر از حکومت پیشین افغانستان نمایندگی میکند و به حقیقت خبری که طالبان پخش کردند باور ندارد. طالبان که ادعا کردند که خارو را ما تفتیش کردیم و با جنرال کنسولی صحبت کردیم، ولی متاسف هستم که هیچ نوع تصویر از صحبت خود و از ملاقات خود نشر نکردند و اگر نشرم کرده باشند چندان تأثیر گذار نیست و هست حقه به دروازه یک تصویری را دزدانه عکاسی کردن و در خور مطبوعات قرار دادن. یعنی شما این خبر را رد نمیکنید؟ من فکر میکنم که طالبا به اکثر کشورها رفت آمد دارن و ما باز تکرار میکنم که مسائل تجاری را حق بدیم. هیچ کس مانع کس شده نمیتونه که یک چهار فردی در یک کشور بیایه و مناسبات تجاری را امضا بکنه. مقامات تاجیکستان درباره آمدن هیئت طالبان به کشور رسما چیزی نمیگویند. تلاش های دریافت حقیقت بسیار دشوارند، چون آنها به منصبداران دولتی دستور دادند که در این موضوع به رسانه ها چیزی نگویند. قطعا رد نشدن خبر احتمال حقیقت داشتن آن را بیشتر میکند. اگر آماده باشند این ضعف یک نوع به احترامی از طرف تاجیکستان است که با اونا راه میدهد که به تاجیکستان میگویم. برای آنکه ما با عنوان تاجیک و دولت ما تاجیکستان است، هیچ گونه حق نداریم که با اون گروه که مردم ملت ما را قیر میکند، با اونها هیچ گونه روابط و گفتگویی داشته باشیم. ما از روی انصاف و عقل و فراست و از روی همه گونه احترامات انسانی و با ملت خودمان این چیز طلب میکنه که با اونها هیچ گونه گفتشنید نکنیم، اونها را هیچ گونه قبول نداشته باشیم و اونها را هیچ گونه ندیم. تاجیکستان از کمترین کشورهای منطقه است که آشکارا از حکومت طالبان انتقاد میکند، ولی در مدت 1.5 سال در سر قدرت بودن این گروه تندرو داد و گرفتا با افغانستان زیاد شده است. برخی کارشناسان با اشاره به همین موضوع میگویند ضدیت تاجیکستان با طالبان نمیتواند ابدی باشد. ما اعتراف نمیکنیم، این رسمیتی حکومت اونا اعتراف نمیکنیم، ولی موجودیتشان و وجودشان در سر قدرت در افغانستان ما باید که اعتراف کنیم. باید این واقعیت است، واقعیتی وجودی این حرکت این طالبان رو در سر قدرت افغانستان ما اینا باید که اعتراف کنیم و به این خاطر به این راه یا آن راه باید که یک مناسبت کنیم. بگذار مناسبتی حسنه نباشد، بگذار مناسبتی رسمی نباشد، ولی اونا هستند و بخصوص در صورتی که همسایه های ما قریب همه همسایه های افغانستان با اونا با این صورت با یا با اون صورت رفت آمد دارن یا اینکه مناسبت دارن. از سوی دیگر برخی رسانه‌ها نرمش تاجیکستان در برابر طالبان را به تأثیر روسیه و چین ربط می‌دهند. دو کشور مهم منطقه که شریکان استراتژی تاجیکستان نیز هستند، در زمینه منفعت‌های ملی خود از طالبان حمایت می‌کنند، ولی از حالا معلوم است که روابط تاجیکستان با حکومت طالبان چندان آسان نخواهد بود. حمایت از جبهه مقاومت، حضور گروه انصار الله و تندروان دیگری تاجیکستانی در زیر چتر طالب‌ها در افغانستان از جمله مانع‌ها در راه بهبودی روابط دانسته می‌شوند. مولا رجب یوسفی، شهلا عبدالله، آزادی، دوشنبه. گزارشی که حالا دیدید چه خل بود؟ معقول شد یا نشد؟ می‌خواهید که اولین شده گزارش‌های ما را بینید؟ پس این تگمه را پخش کنید و آبونه شوید. شما اولین بیننده خواهید شد.